نظام بحران زده آخوندی و جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکرات برجامی. آخوند روحانی: آن لحظه‌ای که ببینیم طرف مقابل ما آماده برای اجرای قانون است، یک لحظه صبر نمی‌کنیم. حالا یک عده ناراحتند که ناراحتی ربطی به ما ندارد. حالا مخالفان هر چه زور داشته باشند و هر چه بلندگو داشته باشند. بعضی ها میگن آقا تحریم، خب تحریم چیکار؟ مرغ داره، مرغ که تحریم نشده. یه عده آشنا نیستن، میگن نمیدونم درصد درست میکنن، میگن نمیدونم 30% مشکلات مال تحریمه، 70% مال مدیریته. این حرف کاملا غلط و نادرسته. اینا نمیدونن تحریم در چه زمینه‌هایی تأثیر گذاره و چه مشکلاتی ایجاد میکنه و نمیدونن که کل تولید در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، اگر نهادهای لازم، اگر مواد اولیه نتونیم به موقع وارد کنیم، تولید متوقف میشه و همه اینها تحریم رو تمام اینها، رو صادرات ما، واردات ما تأثیر گذاره. من در اینجا به این مناسبت تشکر میکنم از وزارت خارجه و سایر دستگاه‌هایی که در کنار وزارت خارجه این روزها در وین تلاش کردند برای اینکه این تحریم رو بشکنن. و من نمیتونم هم بفهمم، اصلا هضم کنم که یک کسی عضو ملت ایران باشه، تو اینجا ایرانی باشه و از برداشتن تحریم ناراحت بشه و ما اون لحظه‌ای که ببینیم طرف مقابل ما آماده شده برای اجرای قانون و مقررات، یک لحظه صبر نمی کنیم. حالا مخالفین هر چی میخوان بگن و هر چی هم زور داشته باشن و هر چی هم بلندگو داشته باشن، ما زمانی که ببینیم حق مردم ایران رو میتونیم بگیریم، من به عنوان رئیس جمهور یک آن معطل نمی کنم، یک لحظه، و همون موقع این کار رو انجام خواهم داد. حالا یه عده هم ناراحتن که ناراحتن، به ما ربطی نداره. عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و راه رژیم: مسئله مرغ که با شلاق زدن دوتا مرغ فروش حل نمی شود. مسئله بر سر تجارت است که آن را با FATF متوقف کردید. برای دور زدن تحریم ها 400 میلیارد دلار هزینه شده است. خیلی روشنه که مسئله مرغ رو که نمیتونید با اصله حلش کنه. مثلا ما رو واقعا باید با تولید حلش کنید دیگه. برای تولید باید تجارت داشته باشید، برای تجارت باید مبادله مالی داشته باشید. خب این که خیلی دیگه الان در واقع یواش یواش همه متوجه میشن که این داستانه که مثلا بریم دوتا مرغ فروش و شلاق بزنیم، مثلا مرغ که حل نمیشه با شلاق زدن دوتا مرغ فروش. که شما مسئلتون مسئله تجارته، خب تجارت با بسده FATF متوقف کردید، بنابراین شما تجارت نمیتونید بکنید. وقتی تجارت ندارید، تولید ندارید. خب تولید آقا 10 سال 6.8% منفیه سرمایه گذاری. خب وقتی تولید ندارید، امکان نداره که شما بتونید تضرر کنید. وقتی اینجوری بس میشه، تورم ایجاد میشه. تورم نقطه به نقطه 99 در برخی اقلام غذایی 100% بوده. این روند که خب معلومه که سال 1400 وضعیت خیلی خیلی تندتری پیدا میکنه. خب الان هر آدم دلسوز عاقلی، حتی آدم قدرت طلب، میفهمه که قدرت با این وضعیت قابل ادامه نیست. که میگه تو میتونی که تولید نداشته باشی، تجارت نداشته باشی، تولید نداشته باشی، بعدش به زور اصله بگی آقا من میخوام مرغ قیمتش رو کنترل بکنم. آخوندی، وزیر برکنار شده راه و شهرسازی رژیم، در مورد دزدی‌های حکومتی در دور زدن تحریم‌ها نیز گفت: نه تنها برای دور زدن تحریم‌ها 400 میلیارد دلار هزینه شده، بلکه این پدیده موجب شکل‌گیری فساد بزرگی شده است. مجبوریم در صادرات کالای خود را به جای دیگری ببریم
و سیستم بیمه را عوض کنیم که همه اینها 20 تا 30 درصد هزینه دارد. وقتی این شرایط 16 سال طول می کشد، نهادینه شده و ذینفعان خود را در نظام پیدا می کند که آنها با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود و تحریم ها هستند.